سلام، با یک برنامه لایو دیگه در خدمتتون هستیم. این 25مین لایویه که ما برگزار میکنیم. من تا مهمون امروزمون به ما بپیونده یه چند کلمه راجع به سازمانمون صحبت میکنم. سازمان لاودارت سوسایتی یک سازمان عامل منفع یا خیریه است. های و ما 5 ساله که در شهر کلگری شروع کردیم به فعالیت که از طریق این سازمان بتونیم خواصی که انجام کار هنری روی سلامتی ما داره رو بتونیم ترویج بدیم و بیشتر هنر رو تجویز کنیم به مردم. و تو این مدت که ما شروع کردیم به فعالیتمون کارهای متعددی زیادی رو انجام دادیم. ما پروژه‌های عمومی داشتیم، پروژه‌های دست جمعی، کارهای هنری مثل نقاشی دیواری و همچنین برنامه‌های آموزشی حضوری داشتیم و همچنین در فضای مجازی ما چند تا کانال یوتیوب داریم، کانال آموزشی 1001 شب که به زبان فارسی هستش و کانال لاودارت سوسایتی که به زبان انگلیسی هستش. ما چون خیلی ایرانیا استقبال گرمی از همون کردن و خیلی ساپورتیو بودن نسبت به این سازمان ما، این کار رو کردیم که بخوایم یک بخشی از سازمان رو کلن ارائه بدیم به فارسی زبانان و برای همین این قسمت فارسی زبانمون خیلی قویه و اونایی که دنبال کردن کارهای پدر رو دیدن که برنامه لایو و داستان نویسی 1001 شب رو با هنرمندان و اساتید مختلف زیادی و از فارسی زبانان، نه فقط ایرانیان، فارسی زبانان که افغانی ها و تاجیک ها و افراد دیگر از تبارهای مختلفی که فارسی زبان هستن میتونن در ارتباط باشن با ما و ما داستانشون رو اینجا با همه شیر میکنیم. خب مهمون عزیز امروزمونم فکر کنم به ما اینجا وارد لایومون شدن، من ایشون رو دعوتش کنم که بتونن بشیم به هم و لایو امروزمون رو شروع بکنیم. به به، سلام درست کنم، بکنم خوبه الان. خوب خوش اومدی به برنامه ما مرزیه جان. مرسی تارا جون، مرسی که دعوت کردی منو. خیلی خوشحالم. همچنین. از این راه میبینم ات. همچنین. خب، حالا چطور؟ خوب هستی مرزیه جون؟ آره من خوبم، تو چطوری؟ چی کار میکنی؟ کار. Long time no see. I know. خب من معمولا پشت صحنه هستم توی این لایو ها، مخصوصا وقتی به زبان فارسی هستش. بیشتر لایو های انگلیسی رو من انجام میدم، ولی خب به پیشنهاد مرزیه جون امروز ما لایو رو فارسیش کردیم که بقیه ایرانی ها و فارسی زبان ها هم بتونن به ما جمع شن و نگاه کنن لایومون. همه یه فارسی زبان ها. بله بله. خب مرزیه جان، قبل از اینکه ما شروع بکنیم صحبتمون رو فقط باید بگم که اگه که صحبتمون طولانی شد و خواستیم ادامه بدیم این لایومون رو، این لایو اینستاگرام 60 دقیقه بیشتر نیستش. من فقط به شما سریعا یه علامت میدم بعد قطعش میکنم دوباره برمیگم، شما جایی نرین باش که بتونیم صحبتامون رو تموم بکنیم اگه که طولانی شد. معمولا صحبت من طولانی میشه، حالا ببینیم چطور میشه امروز. خیلی عالی، باش قبول. خب مرزیه جان، برام تعریف بکن، بگو که از کجا هستی، اصلیتت کجاییه، چند سال کار هنری رو شروع کردی و کار هنری در چه زمینه ای هستش، در چه راسته کار میکنی. باش، خیلی هم خوب. سوالای سخت میپرسی. این که آسان تری نشه. خودش میخواد صحبت کنه، خیلی سخته به نظر من. من تهران به دنیا اومدم، ولی پدر مادرم هر دو خویی هستن، یه شهریه تو آذربایجان غربی.
بعد دیگه کار هنریم راستش هر وقت من فکر میکنم یادم میاد مثلا هر وقت میخوام حوصلم سر رفته به مامانم، مامانم یه دفتر نقاشی مثلا رنگی میداد میگه برو نقاشی کن. یعنی کلا تفریحات خونه ما و کادوهای تولد همه مثلا خلاصه میشد در دفتر نقاشی، مداد رنگی، آب رنگ. بعد دیگه مثلا یادم میاد که مامانم البته میگه من که یادم نیست، یه آب رنگی بابام داشته مثلا که و خیلی بابتش پول داده بوده. بعد من 4 سالم بود آب رنگ رو میده به من که استفاده کنم. منم خب طبیعتا آب رنگ رو به جون که استفاده کنم نابود کردم یا یک نوع استفاده ای ازش کردم، به هر حال که یک بچه 4 ساله میتونه انجام بده. آره بعد دیگه همیشه از من میگه که همیشه به من میگه که آره تو اون آبرنگه رو بابا به داد و استفاده کردی و باهاش نقاشی کشیدی، یه دفترچه رو پر کردی، ولی مثلا آبرنگه رو نابود کردی دیگه، شکستی همه این قسمتاش. من دیگه گفتم که خیلی ممنون دیگه، الان باعث شد که من به اینجا برسم احتمالاً همون آبرنگه سن 4 سالگی. آره ولی خب خیلی یعنی مثلا تفریح ها اینای ما همش من و خواهرم هر دومون نقاشی بود. من هرچی یادمه با مائده میشستم دوتایی با هم دیگه تو اتاق مثلا ساعت ها نقاشی میکردیم و اینا دیگه. آره من فکرم به خاطر اینکه فامیلی مصور زاده هستش احتمالا یه ربطی داشته به آره اونم داستان خودشو داره دیگه، به خاطر اینه که پدر بزرگم که جدم میشه اونام تو کار نقاشی بودن، بعد همون توی همون شهرستان خوی که گفتم اونجا کار نقاشی دیواری انجام میدادن که مثلا به عنوان تزئینات، چون یه کار خیلی مثلا به قولن لوکسی محسوب میشده مثلا خونه هایی که کسایی که مثلا فرماندار بودن، مثلا واسه فرماندار خوی یا مثلا واسه فرماندار ماکو یه دونه کاخی هستش که توی ماکو یه شهر نزدیک به خوی اونجا نقاشی دیواریشو انجام دادن اینا، که حالا سندا و اینا سندای خانوادگیش هست یا مثلا نقل قولای خانوادگیش هست. حالا منم یه فرصتی شد ایران که بودم رفتم اون خونه ها رو دیدم، نقاشی دیواری ها رو دیدم، یه امضایی هست که میگن که حالا این مال اسماعیل خویی بوده، اسماعیل خویی هم جد من بوده، که بعد پدر بزرگم وقتی که میخواستن برای خودشون فامیلی انتخاب کنن، اون دوران که دیگه مثلا شروع کرده بودن فامیلی انتخاب کردن، اون رسمی میگیره که فامیلیشو بذاره مصورزاده. و جالب اینجاست که برادرش یعنی برادر پدر بزرگم تصمیم میگیره که اسمشو بذاره فامیلیشو بذاره نقاش زاده. به تفاهم نرسیده بودن. بعد دیگه فامیلی ما اینجوری میشه مصورزاده. چه جاده خیلی، من همیشه دوست داشتم این داستان فامیلی تو رو بده. خب حالا خواهی تو به عنوان من مخصوصا وقتی داشتم این پوستر رو درست میکردم این واژه ویژوال آرتیست و عبارت ویژوال آرتیست رو به فارسی معنی کردم برام خیلی عجیب غریبه. بگیم که هنرمند هنرهای تجسمی، تو خودتو چجوری معرفی میکنی به فارسی؟ حالا آره خیلی سوال خیلی قشنگیه. کلن یه دو تا قسمت داره به نظر من. یکی این که من یه قسمتی از هویتم احساس میکنم که از لحاظ هنری بیرون از ایران شکل گرفته، بعد یه خورده لغات مثلا مناسب فارسی کم میارم، مثلا نمیدونم که حالا مثلا این واژه ها دقیقا چون فارسی چه شکلی هن. چون مثلا حالا اون زمانی هم که ما تو ایران میخوندیم خیلی همه چی جدا جدا بود، یعنی مثلا تو دانشگاه هم من رشتم نقاشی بود توی ایران و یه جوری اینا طراحی درسی شده بود که مثلا به فرض اگر وارد رشته نقاشی میشدی فقط چیزایی که منحصرا به نقاشی ربط داره تو یاد میگیری، بعد خیلی اینا همه چی توی یه سری جعبه جعبه است، همه چی خیلی مشخص، همه چی مرز داره. ولی الان احساس میکنم توی ایران هم داره این مرزا برداشته میشه، داره همه چی داره یه حالت سیال تری به خودش میگیره. هنرمنده مثلا میگن مثلا ما هنرمند
چیدمانیم یا مثلا هنرمند معاصریم، دارن مثلا احساس میکنم لغتهای فارسی هم دارن یه جورایی بنا به این تغییرات هنری که داره همه چی خیلی سیال‌تر میشه، کلمات هم عوض میشه. حالا فهم میکنم که حالا هنرهای تجسمی یه خورده کامله ولی یه خورده هم ناقصه، یعنی مثلا تجسمی بودنش یه جورایی اونو منحصرا به تجسم کردن ربط میده. بعد مثلا حالا مثلا من شاید صدا هم استفاده کنم، متنم استفاده کنم، بعد همیشه بهش فکر میکنم خب اینا چی میشه، این ابعاد دیگه‌اش چجوری میاد توی اون کلمه جا میگیره. برای همین مثلا حالا خود کلمه هنرمندم یه جوریه، مثلا دیدی خیلی استفاده های دیگه هم داره تو فارسی، مثلا خیلی هنرمنده، مثلا از هر مثلا هنرمند حساب میکنم. آره برای همین کلا باهاش هنوز خیلی برام جا افتاده نیستش، هم کلمه هنرمند هم یعنی یه جورایی دارم هی سوال میکنمش که این چیه، که این کلمه شاید باید یه جور دیگه باشه ولی چه جوری باشه درست تره، چون میگم دیگه همین مثلا از هر انگشتش هزار تا هنر میریزه خیلی فلانی آدم هنرمند دیگه، اینا خیلی قشنگه ولی احساس میکنم که ماها که حالا داریم یه جور دیگه هم بهش نگاه میکنیم به این کلمه، برای ما شاید سوال برانگیز باشه که ما چیم، ما کجای اون شاخه هیم، کجای اون تیفیم. آره من هم یه مدتی گم شدم در گشت و گذار جستجوی معنی این کلمه چیه بالاخره این ویژوال آرتیست. دقیقا خب پس تو بیشتر فعالیتاتو به عنوان ویژوال آرتیست توی نقاشی و طراحی و کارهای چیدمان تعریف میکنی، چجوری تعریف میکنی کار؟ آره من بخوام اگه مثلا یه خورده دقیق شم و بیارمش تو کلمات، از وقتی که وارد رشته ایژوکیشن شدم، حالا بازم مبحث ایژوکیشن و ترجمهش به فارسی خودش حالا یه داستانی، حالا آموزش میگن ولی حالا ایژوکیشن به نظر من آموزش نیست لزوما، وارد اون شدم احساس میکنم که من یه میدیوم هم تبدیل شده به متن، و یعنی شاید بگم مثلا زبان و در کنار تصویر، که این دوتا در کنار هم دیگه چه قابلیت هایی دارن، چه پتانسیل هایی دارن و کنار هم قرار گرفتن این دوتا چه معانی تولید میکنه، اون وسطشون چیه، یعنی وقتی مثلا تو یه تکست رو میخونی و یه تصویر رو میبینی چه اتفاقی برات میفته اون وسط. اینفورمیشن در واقع یکیه ولی ترانسلیشنش توی ترانسلیشن یه چیزایی جا به جا میشه. بعدم به نظر من خیلی پتانسیل داره که آدما خودشونو بیارن اون تو اون فضای بینابینی یا همون این بیتوین اسپیس اون زبان و تصویر، و یه درک خودشون هم میارن توی ماجرا، یعنی مثلا این شکلی نیستش که فقط به عنوان یه مثلا تولید کننده تو بهشون هی اطلاعات بدی، اون آدمم خودش وارد اون قضیه معنی سازی همین مینینگ میکینگ میشه. من برام اون خیلی جالبه چون اونم میاری وسط، یا مثلا به اینا فکر کن، مثلا با این معنی مثلا زبانی کنار اون تصویر فکر کن به هم دیگه ببین چی میشه. آره فکر کنم که اینپوت شخصی هم مهمه. آره چه جالب. حالا چون سازمان ما بیشتر تمرکزمون روی خواصی که انجام کار هنری روی سلامت ما میذاره هستش، من این سوالا از همه میپرسم که ازشون لایو داریم باشون که چه تأثیری روی سلامتی تو داشته، آیا اصلا تأثیری داشته انجام کار هنری؟ خیلی سوال خوبیه. به نظر من هم تاثیر مثبت داشته هم تاثیر منفی داشته برای من. یه زمانی حالا یکم از تاثیرات مثبتش میگم، بعد مثلا راجع به چالشاشو اینا هم یه ذره تعریف میکنم که چی شده. به نظرم تاثیر مثبتش اینه که آدم خیلی به یه خودشناسی میرسه تو این مسیر، یعنی انقدر مسیر شخصیه و هی با خودت زمان میگذرونی، با اون متریالی که کار میکنی زمان میگذرونی،
بعد یه جور آدم مثلا میتونه خودش تقویه روحی بکنه تو اون کاری که داره انجام میده. و اون دست و پنجه نرم کردنه با وسایل و با متریال و بعد مثلا با اون فکرهایی که داری خیلی به آدم به رشد شخصی کمک میکنه. من خیلی اینو تو خودم حس کردم که مثلا شاید نسبت به آدمایی که دور و برم مثلا میبینم که حالا کار هنری کمتر انجام دادن یا مثلا اصلا انجام ندادن، احساس میکنم که تو اون مسیر به خصوص من خیلی چیزا راجع به خودم یاد گرفتم و همش هم احساس میکنم مدیون اون راهی هم که رفتم باعث شده که به یه خودشناسی برسم. ولی به نظرم یه چالنجی هم داره کار هنری رو به صورت حرفه‌ای انجام دادن، یه مسئولیتی با خودش میاره که به نظرم خیلی مهمه آدم بتونه خوب اینو نویگیت کنه یا مثلا خیلی خوب بتونه یه بالانسی بینش برقرار کنه. مثلا مثالی که دارم اینه که من دوران کارشناسی ارشد خیلی دوران شکوفایی بود برام، خیلی برام جالب بود چون هم مهاجرتمو داشت، هم مثلا محیط دانشگاه برام جالب بود، هم اون که خب یه دید متفاوتی نسبت به کاری که انجام میدی از لحاظ مفهومی به هم مثلا داد و اینا. ولی در این حال یه فشاری روی آدم روی من اومده بود بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم به عنوان یک هنرمند یک کارشناسی ارشد دارم من چه کار میتونم بکنم. یا مثلا این دو سالی که من اینجا حالا به عنوان دانشجو بودم چه چیزی به من اضافه کرده که مثلا دوران کارشناسی به من اضافه نکرده بود. قطعا خیلی چیزا بوده ها، چیزای شخصی بوده، ولی به عنوان حرفه‌ای دارم بهش نگاه میکنم. یعنی مثلا وقتی میخوای بری کار پیدا کنی یا مثلا تو جامعه به عنوان یه کارشناس یا آدمی که کارشناسی ارشد داره خودتو معرفی کنی، یا حتی وقتی تو استودیو هستی هی کارتو سوال میکنی که مثلا این آیا کافیه، این خوبه، بعد این از اون کاری که هنر باید بکنه یه مورد دور میشه، انگار که مثلا یه فشاریه که تو باید حتما این کاره رو اینجوری باشه، این کاره برای اینه که این سوالا رو جواب بده. و یه دیالوگی یکی از استادای همین این مدتی که دکترا شروع کردم میگفتش که خیلی خیلی به من این جمعهش تأثیر گذاشت که شاید ما زیادی از کار هنری توقع داریم. خیلی برام اصلا من رو تکون داد که ما انگار مثلا، یعنی اون دیدی که من تو کارشناسی ارشد داشتم که ما میخوایم همه سوالا رو با هنر جواب بدیم، ولی بعد اومدم اینجا دیدم عوض شد، اینکه مثلا شاید ما زیادی از کار هنری توقع داریم، شاید کار هنری باید فقط کار هنری باشه و اون حضورش خودش کار خودشو میکنه، نه اینکه مثلا ما بخوایم این یه کاری بکنه. بعد حالا بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم قشنگ یه سال من تو بلاک هنری بودم، یعنی اصلا کریتیو بلاک داشتم، نمیدونستم، میرفتم تو استودیو مثلا استرس میگرفتم که میخوام چی کار کنم، این یعنی همون فشاری که نباید باشه روم بود. ولی الان که دو سال تقریبا از شروع دکترام میگذره و رشتم رو عوض کردم و الان توی ادوکیشنم، خیلی احساس میکنم که به خشکی رسیدم. هم گرشم عوض شده نسبت به کار هنری، هم به نسبت به ساختن، عمل اون توی پروسه ساختن بودن، تو پروسه میکینگ بودن خیلی عوض شده و خیلی خوشحالم که اون ذهنیتی که توی کارشناسی ارشد داشتم برام خوب بود، ولی اونو پشت سر گذاشتم و الان وارد یه فاز جدیدی شدم. الان احساس آرامش بیشتری دارم. امیدوارم این جواب داده باشه سوالتون. آره نه خیلی خوب بود. من که دقیقا همینطوره، ما overthinking زیاد داریم تو کار هنری، مخصوصا اگه واقعا من فکر میکنم، البته اگه یه مقدار مطالعات و شاید راجع به این قضیه رو بیشتر بکنی، پدرنی که توش پیدا میشه اینه که اگه واقعا خیلی خلاق هستی overthink میکنی، برای اینکه این یکی از قابلیت های خلاقیت همین اینه که خودت منتقد خودت هستی، منتظر نیست یکی دیگه بیاد کارتو انتقاد بکنه، انقدر این سلف جاجمنت زیاده که نیازی نیست یکی دیگه از بیرون بیاد بهت بگه که کارت خوبه یا بده. ولی این که کامباین بشه با ادویکیشن خیلی کمک میکنه به بالانس ایجاد کردن، تو هم
از نظر احساسی هم از نظر فکری و ذهنی. چون اگه خودت آگاهی داشته باشی به این قضیه که اوکی من میدونم که I can't fall into this pattern again که بخوام هی overthink بکنم، خودت دیگه بعد از یه حدی برای خودت یه استوب میده، میگه اوکی that's it I think this is too much، دیگه بیش از این من بخوام هی فکرشو بکنم درست نیست. و میگم چون با education کامباین میشه خیلی کمک میکنه که دقیقا بتونی یه دید بازتر و چند جانبه داشته باشی، فقط تو خودت فرو نری و فقط افکار خودتو بخوای ببینی، باید بقیه رو هم ببینی، باید بالاخره تو زندگی اجتماعی هم باشی و همه دیدگاه ها رو در نظر بگیری، وقت میانگینش بشه اون چیزی که تو هستی یا اون چیزی که تو میخوای حالا تولید بکنی یا اجرا داشته باشی یا ارائه بدی به هر نوعی. خیلی خوشحالم که این راه رفتی و از این بودش هم داری نگاه میکنی. حالا من هم همین کار رو کردم ولی در دست خودم گرفتم همه این کار رو، خب یه مقدارم زخموزی میشدم در مقابل راه، ولی خب رسیدیم به خشکیم. خیلی ارزشمنده، آدم وقتی میرسه یه حس خوبی داره. حالا قطعا رسیدن مترادفه موندن نیست، آدم به یه جایی میرسه و بعد هر دوره حالا حرکت میکنه، اون قرار نیستش که ثابت بمونی، ولی اینکه تو یه حس خوبی داری، احساس میکنی که خب داری غرق میشی دست به بالا میبینی، تو مثلا اینجوری که خب اوکی من الان این جزیره ناشناخته رو رسیدم بهش، الان میخوام کشفش کنم. بدون اینکه ناامیدی داشته باشی، با خوشبینی میری جلو. خوشبینی میری جلو. خب سوال بعدی من از شما است که چه تعداد آثار هنری تو فکر می‌کنی تولید کردی؟ اصلا میشماری کاراتو؟ بعدش هم با چه موضوعی بیشتر کار کردی؟ آره این سوال از اون سوال هست. همه سوال از اون سوال هست. بعدی میرسیم به این که چطور کاراتو هنری رو توصیف می‌کنی؟ تعریف می‌کنی؟ کار هنری چیه؟ من میریم چند تاست. نه ولی من احساس میکنم که اگه بخوام مثلا با دیدی که الان دارم نگاه کنم، احساس میکنم من پیوسته در حال تولید کردنم، یعنی حالا اون برچسب هنری بودن و بخوام بزنیم یا نزنیم، احساس میکنم که من آدمیم که همش در حال اینم که حالا یه بهانه‌ای پیدا میکنم که یه چیزی بسازم. حالا این ساختنه میتونه دیجیتال باشه که حالا مثلا یه سری عکس هی بگیرم جمع کنم، یا مثلا هی یه کوچولو کوچولو ویدیو ضبط کنم نگه دارم. احساس میکنم خیلی آدمی هم که کلکسیون یه سری چیزا رو یه مدت گیر میدم، انجام میدم، تولید میکنم، میذارم کنار. بعد کار دستی هم هستش همین جوریه، مثلا یه احساس میکنم که حالا یه مدتی گیر داده بودم مثلا به چاپ دستی، یه مدتی مثلا به تولید کاغذ، یه مدت مثلا با آبرنگ کار کردن، برای همین خیلی برام سخته بخوام مثلا بگم این تعداد. ولی الان بخوام بگم روی چند تا چیز دارم همزمان کار میکنم. یکیشون اینه که حالا این یه ذره چیز میخواد، یه ذره باید توضیح در کنارشم بدم که به خاطر همین ماجرای کرونا، نمیدونم حالا توی کلگری چه شکلی بوده یا مثلا حالا توی شهرهای ایران هم اینجوری بوده یا نه، ولی اینجا ساعت 7 بعد از ظهر برای حمایت کردن از کسایی که حالا توی خط اصلی مثلا بیمارستانا یا مثلا پرستاران دکتران یا مثلا حالا توی فروشگاه ها رو نگه باز نگه میدارن و اینا، فروشگاه مواد غذایی یا حالا هرچی تولید غذا و اینا، این بر ساعت 7 همه آدم ها از پنجرهشون میمدن اونجوری، یا مثلا تو بالکانشون صدا تولید میکردن، دست میزدن، بعد که مثلا حالا یه تشویقی، یه حالت این که حالا ما تشکر گذاری میکنیم به خاطر این اتفاقایی که مثلا حالا این آدم ها دارن این کارا رو میکنن. بعد همزمان شد با این که من یه حالا تمرین نوشتنی داشتم با یه چند تا از دوستان ایرانی که هر سری مثلا راجع به یه موضوعی یه وسیله، یه آبجکتی، ما مثلا یه متن ادبی، حالا آره ادبی فکر کنم متن ادبی می نوشتیم. و
بعد یه موضوعی داشتیم که ساعت بود و خیلی جالبه که ما اینو همیشه مثلا یه سری کلمات انگلیسی میگیم بعضی وقتا کلمه فارسی میگیم، هر کس دوست داره فارسی مینویسه، هر کی دوست داره انگلیسی مینویسه. بعضی وقتا آدما مثلا چون هممون دو زبانه هستیم، مثلا بعضی وقتا دو تا زبان رو با هم استفاده میکنیم. بعد این موضوع ساعت اینجوری شد که ساعت تو فارسی هم زمانه هم وسیله است دیگه، تو انگلیسی اینجوری نیست. انگلیسی تایم تایم وسیلش یه اسم دیگه داره، مثلا کلاک، واچه، مثلا حالا هرچی. بعد بچه اومدن اینو از این فرصت استفاده کردم، منم خودم یکیشون بودم، از این فرصت استفاده کردم که هم روز کانسپت زمان بازی کردیم هم وسیلش. و برای من خیلی این ساعت هفت رو خدا اینکه توی زمان همین زمان قرنطینه خونگی هم من اینو نوشتم، خیلی ساعت هفت برام جالب بود. و اومدم به این فکر کردم که چطور مثلا بعضی وقتا یه زمانایی تو بدن آدم خیلی مشخص میشه، لازم این ساعت رو نگاه کنی، یا مثلا به خاطر اتفاقایی که دورت میافته یا به خاطر ساعت درونی بدنت تو میفهمی که الان ساعت مثلا هفته. حالا مثلا این صدای یکی از نشونه هاش بود، یا مثلا حالا دیدی ساعت بدن صبح داری، صبح مثلا سر یه ساعتی بیدار میشی دیگه، حالا شبم خیلی دیر خوابیده باشی بازم همون ساعت بیدار میشی. من این ساعت هفت رو یه متن نوشتم که یه دونه ساعت رو به صورت بصری توصیف کردم که این شکلی عقربه هاش، نمیدونم جنسش این شکلی این شکلیه فلان، رد که وقتی میخوندی میفهمیدی ساعت هم هفته از اون شکلش. بعد یه دونه ساعت توصیف کردم که چیز بودش، راجبه این صداهایی بود که ساعت هفت به خاطر این مثلا اتفاقاتی که کرونا و حالا شوک‌گذاریه و فلان و اینا از پنجره یه خونه میاد تو، مثلا صدای قاشق زدن، بشقابا، نمیدونم همین ووزلا، رفتم سرچ کردم که این دودرودودوها چیه، اسمش ووزلا اگه نمیدونید بدونید اسمش اونه. و بعد یه دونه عکس گرفتم از آسمون ساعت هفت که این ستار کنار هم دیگه گذاشتم، و این شد شروع یه پروژه‌ای که من هر روز ساعت هفت تا صدای این دلنگ دولنگا رو میشنیدم، میرفتم در پنجره یا بیرون که بودم، از آسمون ساعت هفت عکس میگرفتم. بعد الان این الان شده فکر کنم اگه اشتباه نکنم، حالا نشمردم همه ی آسمونا رو ببینم چقدر شده، ولی احتمالا بین یک یا دو ماه همجوری من عکس از ساعت هفت آسمون دارم. و خیلی جالب شده که هر روز چقدر آسمون ساعت هفت با هم متفاوته، یه روز ابریه، یه روز فلانه، و حالا دارم فکر می‌کنم ببینم که این چی میشه. برای همین میخوام همین یه مثالی بود که بگم که من همیشه یه چیزی پیدا میکنم که حالا شایدم نه نمایشگاه بشه، نه حالا پیپری بشه، نه هیچی، حالا یه چیزی، ولی همش مثلا این یه موضوعی پیدا میشه که من دارم یه مدتی روش کار میکنم، و بعد به یه حسی میرسم که خب احساس میکنم که اون پروژه تموم شده، یا من دیگه توجه هم شیفت شده به یه چیز دیگه، میذارمش کنار و میرم یه چیز دیگه رو شروع میکنم. در همین برام سخته بشمارم. آره. خیلی جالب بود که بیشتر فکرتو تو سعی میکنی که ادامه بدی و بهش بپردازی تا اینکه بخوایش بکنی بخوایش. البته من فکر میکنم اصلا هنرم همینه، خیلی نباید ما بیزنسیش بکنیم، میگم که من الان میخوام یه سری کار تولید بکنم فقط واسه فلان نمایش، و اینا هم همه قدر کامرشال باشن و رنگ و لعاب خیلی خوبی داشته باشه، میکشور کنیم جلوه کنه مردم پسند و حتما خریدار داشته باشه، وگرنه چه اصلا یعنی چی که آدم یه کاری بکنه و اصلا به هیچی هم نرسه و برات هیچ سودی هم نداشته باشه؟ خب برای بیشتر افراد این مقدار مبهمه و بعضی هم یه مقدار احمقانه شاید حتی بیاد که بی دلیل بخوای کاری رو انجام بدی، ولی دقیقا اصل هنر به نظر من همینه که فکر رو بخواد آدم بپردازه و انجام بده، و این خودش یه ذرم حالت عادت سازی هم هست، یعنی عادت مثبت آدم داره ایجاد میکنه با انجام این کار. مثلا ساعت هفت هر روز الان سه ماه داری عکس میگیری، این خودش الان شده عادت. آره. تو بخوای اون منظره رو حتما بری ابزرو بکنی، یعنی فقط نگاه هم نمی کنی، داری واقعا مشاهده با دقت داری نگاه میکنی، داری ازش
عکس برداری میکنی، داکیومنت داری میسازی. خیلی خوشحالم ببینم که چی میشه آخر این پروژه. حالا حتما با ما شیر بکن. آره حتما حتما. خیلی خودم برام جالب بود این که خیلی به پایانش فکر نمیکردم. یعنی اگه بخوام برگردم به اون حرفایی که قبلا زدم وصلشون کنم، اینه که من فکر میکنم الان توی این مرحله کارم که هستم احساس میکنم که توجهم به پروسه بیشتر شده به اون نتیجه نهایی. مثلا موقع که تو کارشناسی هر شب بودم خیلی توجه، و اینم خب به خاطر اون فرهنگی بود که توی اون دپارتمان بود، مثلا تو اون رشته به خصوص بود، یا مثلا میدونی کلا فرهنگ MFA میگن، اصلا کلا فرهنگ MFA این شکلیه که خیلی فاینال اورینتده. یعنی مثلا تو چیزی که تو نمایشگاه میذاری نمایانگر فکر توه، زحمت توه، تلاش توه، همه چی. یعنی مثلا انگار که اون this is the full package، این همه چیه، و تو رو جاج میکنن، واقعا میذارن اونجا قضاوتت میکنن. نمیگن مثلا مرضیه چه پروسه ای رو طی کرده کار رو گذاشته تو نمایشگاه. شاید مثلا اتفاقای بعدی که تو مسیر راه افتادن مثلا باعث یادگیری یه سری چیزا براش شده. شاید مثلا اگه چسب این کارش کنده شده یه چیزی یاد گرفته، میدونی. مثلا شاید اگه کارش مثلا قوس فراشته یه چیزی بوده، یه نکته یادگیری توش بوده. خب ولی مثلا میان تو رو به اون مثلا که قوس فراشه نمره میدن بهت، این چون اینجوری قوس فراشته بوده بهت A ماینس میدن. خب ولی من الان فکر می‌کنم که اونجایی که هستم یه توجهی روی پروسه هست که اون نگرانی رو از رو دوش آدم برمیداره که این کارا اصلا چی میشه. خب این کارا اصلا هر چی بشه، فعلا این اتفاقی که داره توش میفته خیلی هیجان انگیزه، و بعد یه چیزی میشه به خاطر اون توجهی که تو داری به پروسه میدی، بعد یه چیزی میشه. دقیقاً همونطوره که میگی. آره نتیجه گرا آره. و واقعا هم سخته ها که آدم ذهنش رو از اون حالت بیاره بیرون، چون احساس میکنم که واقعا هم توی یه فرهنگی بزرگ شدم که خیلی نتیجه مهم بوده. من مثلا فکر میکنم همیشه اینجوری هم که فکر میکنم که آره ما همیشه معدل برام مهم بوده، چه رشته تو دانشگاه قبول میشدی، مثلا چه رتبه میگرفتی، همیشه بعدی مهم بوده، میدونی. همیشه اون چیزی که توش بودی کمتر اهمیت داشته. مثلا اگه تو دبیرستان میگی حالا دانشگاه قبول شو، حالا دانشگاه قبول شو، دانشگاه قبول شو، حالا فارغ التحصیل بشو، میدونی. این تمرین آرامش و این که آدم با خودش مثلا به یه صلحی درونی برسه، از این تغییر دیدم میاد که حالا دیگه هی به تهش فکر نکن، به بعدیه فکر نکن، به این فکر کن که الان تو حال داره چه اتفاقی برات میفته. نه دیگه حضور اصلا نداریم اینجوری. حضور و متاسفانه به قول حالا این چیزی هم که گفتی، فرهنگ‌های مختلف تو این گروه های مختلفی که توش قرار میگیریم هم خیلی تاثیر گذاره روی ذهنیت آدم دیگه، چون مجبور میشید اگه که خیلی مثل اونا نباشی میگن خب این تکروه، توی گروه نمیخواد باشه. اگر هم که با گروه باشی خب یه مقدار مجبور میشی که همه این آداب و فالو بکنی یه جورایی، و که خیلی در واقع در آخر سر ماجرا که ازش گذر میکنی میبینی که خیلی شاید برات سودی بازم نداشت، چون به قول تو اون استرس اضافه رو به آدم ایجاد میکنه و بعد همش میخوای دنبال آینده باشی تا اینکه توی حال حضور داشته باشی و اونجا رو واقعا دریابیم. اینه که بله درست میگی شما. بذار من سوال بعدی ما ازت بپرسم. آیا دوست داری با هنرمندای دیگه همکاری بکنی؟ آره چرا که نه، خیلی خوبه. ولی از اون لحاظ هم یه لحاظی هم سخته. یعنی همکاری از اون مواحظیه که میتونه خیلی شیرین باشه یا خیلی تلخ باشه به نظرم. آدم بهش مهمه. آره. و اینکه یه حالا یه روحیه یه انعطاف پذیری میخواد به نظر من کار گروهی کردن یا کار مشترک کردن، که تمرین میخواد برای مخصوصا اگه یه آدمی باشی که مدت زمان زیادی خود تنهایی هی کارا رو انجام داده دادی، یا مثلا یه مثلا قاعده ای داری که دوست داری از اول تا آخر کارا رو خودت انجام بدی. اینا به نظرم یه تمرین میخواد. اگه آدم بتونه
یه بالانسی بین اینا برقرار کنه، یه خورده کار رو بده یکی نفر دیگه انجام بده و اعتماد داشته باشه به اینکه اون آدم هم مثلا چه جوری میتونه انجام بده. اعتمادم آره یکی از نکات کلیدیشه، بخش دیگه اعتماد داشتم. به نظر من نتیجهش خیلی خوب در میاد. من توی مثلا کارشناسی و کارشناسی ارشد فرصت همکاری نداشتم با کسی که مثلا بخوام کار مشترک انجام بدم. چرا؟ مثلا اینجوری بوده که نمایشگاه مشترک داشته باشی، ولی احساس میکنم اون فرق میکنه، بخاطر اینکه کار پیشاپیش تولید شده، هر کسی کار خودشو میاره، حالا انقدری استکاک بین آدما نیست، یعنی تنشنی نداره خیلی. حالا تو کامیکیشن آره میشه کنم تو کارت اونجا بزن من اینجا میکنم. حالا اگه یه کسی هم مثلا کیوریتر باشه که دیگه اصلا فبه ها گوش میدی معرفش، هر کی میره کار خودشو یه جا میزن. ولی این که با هم تولید کردن و نظر من حالا اینو میخواستم بگم که من این با هم تولید کردن الان یه سال و نیمه دارم تمرینش میکنم که مثلا با آدمای دیگه مینویسم، با آدمای دیگه کار هنری مثلا با هم دیگه صحبت میکنیم، تولید میکنیم، روی یه پروژه مثلا دوتایی چهارتایی داریم کار میکنیم و احساس میکنم سرعت تولید کردن متفاوته. که تو باید خودتو با بقیه هماهنگ کنی، نه باید خیلی تند بری جلوتر، نه باید آدم ها رو بکشی دنبال خوده. اینا خیلی توش نکات یادگیری داره واسه آدم و من فکر میکنم که من هنوز خیلی جای کار دارم یاد میگیرم که چجوری سرعتمو با بقیه هماهنگ کنم و چجوری شنونده خوبی باشم و چجوری هم حرفاتو بزنی. میدونی مثلا گفتگو کردن و کانورسیشن خیلی مهمه، چون آدم هر چیزی رو نمیتونه بگه، هر چیزی رو هر جوری هم نمیتونه بگه. یه جور خوبی بتونی اینا رو چیزی واقعا یه میگه هنره این واقعا این هنره این هنره. آره دیگه آخه معمولا افراد حالا چه هنرمند چه غیر هنرمند، هنرمند باشن که خب البته این مقدارم حساس ترن و این حرفای نگفته یه هم مثلا خب یه چیزی پیش میاد ولی نمیگن، تو خودشون نگه میدارن، بله نمیگن آخر سایج رو فوران میکنه این و یک شکل خیلی زیبایی نمیگیره آدم که بعد بخوان جمع و جورش بکنن. راست میگه خیلی مهمه که حتما آدم یاد بگیره چجوری کامیکیت بکنه توی کار گروهی. ولی من فکر کنم کار گروهی اگه که همه این چیزاش در نظر گرفته بشه و حتما رعایت بشه خیلی هیجان انگیز میشه. من خیلی دوست دارم چون یه انرژی جالبی توش میاد اگه خوب حرکت بکنه، همینجوری رو به جلو حرکت کنه. یعنی که مثلا دیدی آدم خودش یه بعض وقت دل سرد میشه از یه کاری، شاید مثلا تنها باشی رها کنی اونو، مثلا بگی نمیشه این در نمیاد یا مثلا خسته شدم اینا، ولی وقتی توی گروهی اگه تو مثلا انرژی تموم بشه یه نفر دیگه میاد میگه که نه ببین اینجوری بیا بهش نگاه کن، مثلا بیا چیز میکنی، مثلا نه بیا اینجاش اینجوری انجام بدیم. بعد احساس میکنم که حالا با حتی یه سرعت کمی بازم شروع میکنه حرکت کردن، بقیه نجاتش ممکنه بدن و این خیلی خوبه که یه چی میگن یه جورایی امتیاز اضافه است دیگه. تو تنها نیستی که همش از یه نگاه بهش نگاه کنی، فرصت داری که از زاویه‌های دیگه هم به اون کار نگاه کنی، شاید در بیاد. دقیقاً ایجاد انگیزه میکنه. ایجاد انگیزه میکنه خیلی خوبه. خب دیدگاه تو نسبت به هنر و خلاقیت چیه حالا که اینقدر راجبش صحبت کردیم؟ وای خدای من. من مثال یادم میاد. مثال هر جور که برداشت کنی. یکی از دوستای من میپرسید که خب این دوستم خیلی کار هنری تو زندگیش مثلا حالا از دیدگاه من خیلی حالا انجام نداده بود به این حالتی که مثلا حالا درگیریایی که ما هستیم و انجام میدیم و اینا. بعد میپرسید که خلاقیت رو چجوری میشه یاد داد؟ خیلی سوال خوبی بود. من چالش شدم واقعا. که بعد میگفتم که ببین از هزاران کتاب هست راجع به این موضوع که اصلا خلاقیت رو میشه درس داد، یاد داد یا نمیشه یاد داد. چجوری میشه اصلا تعریفش کرد؟ خلاقیت چیه اصلا؟ به نظر من خیلی سوال سختیه واقعا. من خیلی خوب نمیتونم مثلا جواب بدم، ولی احساس میکنم که
یه نوع زیستنه، یه نوع بودنه. و واقعا با تمرین بهتر میشه. حالا نمیدونم پیدا میشه یا نه، یعنی مثلا نمیتونم به فکر کنم که یکی اگه مثلا بخوایم با این برچسبایی که داریم خلاقیت داره نداره داره نداره شروع کنیم بگیم نداره این آدمه، و حالا مثلا میشه یادش داد یا اون، من نمیدونم، چون واقعا من چیز نیستم، حرفه‌ای این ماجرا نیستم که بدونم که میشه خلاقیت رو به کسی یاد داد یا نداد یا چجوری میشه اصلا تعریفش کرد، ولی احساس میکنم که یه نوع بودنه، یه نوع زیستنه، و یه نوع اینه که آدم بتونه نگاه جدیدی به ماجراها داشته باشه، به چیزایی که به دور و برش اتفاق میفته. شاید هم مثلا یه نوع توجهه که مثلا تو یه به چیزای کوچیک‌ترین چیزایی که اتفاق میفته دور و بر توجه منحصر به فردی داری، بعد از توش مثلا یه چیزی در میاری، یا مثلا شاید تو یه گفتگو یه نگاه جدیدی بیاری توی ماجرا. به نظرم اون همون چی میگن فرش، تازه نگاه کردن به همه چیز شاید یه نوع خلاقیت باشه. احساس میکنم هنر رو از خلاقیت سوا میدونی تو یا با هم دیگه یکی هست؟ من فکر می‌کنم با هم یکیه. به خاطر اینکه می‌دونی من به فکر می‌کنم که برای من هنر اون تعریف سنتیشو نداره که یه چیز زیباییه که حالا مثلا یه تکنیکایی توش به خرج رفته. خب من احساس می‌کنم که شاید الان تعریف هنر برای من اون نگاهه باشه، اون که آدم ها چجوری به یه اتفاقی نگاه میکنن، به یه چیز ساده ای، مثلا همین ماجرایی که همین یه نوشتنی که راجع به یه ساعت بود. خب حالا اینکه اینو چجوری بچه های گروه ما اومدن هر کدومشون یه نوع متفاوتی بهش نگاه کردن، این فهم کنم که با هم جدا نیستن از هم دیگه، با همدیگه یکی هن، و دلیلش هم همون مدلیه که من هنر رو تعریف میکنم که مثلا به خلاق بودن ربط داره، به این نگاه جدید کردن به اطراف ربط داره. تو چه فکر میکنی؟ حالا من توی برنامه زیاد راجع به این موضوع صحبت کردم که هنر و خلاقیت چیه. خب خلاقیت من فکر میکنم چیزیه که از درون آدم میاد، یعنی بیشتر به اینتویشن و اینتویتیو بودن ربط داره. در این حال میشه بهترش هم کرد، یعنی میشه آدم با تمرین بتونه تقویتش بکنه و بتونه حتی به دیگران هم یاد بده، چون کاگنیتیولی این یک توانایی ذهنی به حساب میاد خلاق بودن. ولی هنر رو من احساس میکنم یه مقدار متفاوته، برای اینکه اون تکنیک ها باش میاد باز. مثلا تو میتونی به یه کسی تکنیک های نقاشی رو یاد بدی، بعد بره مثلا چند تا نقاشی قشنگ بکشه. بعد هم ولی اون هنر آیا؟ نه هنر نیست، ولی در دیدگاه اون آدم هنر میاد، برای اینکه تا بالا انجام نداده. میتونید اون اولین پله خلاقیتش میشه واسه خودش، تو ذهنیت خودش. و در واقع کاری که حالا تو به عنوان ادوکیتر خودت هم انجام میدی، پایه های اولیش و بنیادیش همینه که اولا یه سری تکنیک های یاد میدی. یعنی یه سری چیزا یاد میدی که خب حالا تو، من همیشه حالا این مثال غذا درست کردم میزنم، میگم آدم یه سری مواد اولیه داریم میخوایم با هم ترکیب کنیم. حالا این مواد اولیه میتونه رنگ باشه، میتونه کلمات باشه، میتونه مواد غذایی باشه، میتونه اشیا باشن که کنار هم نمیذاری. بعد اینکه حالا چجوری ترکیبشون رو کنیم اونم یه تکنیکه. آره. وقتی تو خلاق میشی که همه این ترکیباتی که تا حال به وجود اومده رو رفتی چک کردی، انجام دادی خودت، بعد حالا میخوای اون نگاه جدید رو بهش اضافه بکنی. حالا میگی اوکی من اینو انجام نمونم، انجام این چیز جدیدی نیست، اینم که فلانی هم که انجام داده و میدونی، یعنی بعد از اون بخوای یه پله جدیدتر خودت بری بالا، بگی اوکی حالا بعد از این چطور میتونیم اینو متفاوتش بکنیم. و همیشه یه راه بعدی هست. آره، هزاران راه بعدی هست. آره، این که ما فکر میکنیم تموم شده خودش یه جورایی مرگ خلاقیتی که فکر بکنیم ما که دیگه
چیزی نمونده که الان مثلا بخوایی حتی نگاه بکنی تو کارهایی که تولید داره میشه، حالا چه کارهای هنری تجسمی یا کارهای همین حالا ویژوال آرت بخوایم بگیم، یا تو فیلمایی که دارن درست میکنن، حتی تو همه زمینهای مختلف هنری بخوایی یک سری نقشایی رو میشه دید که هی داره تکرار میشه. یعنی این که ما از همدیگه یاد گرفتیم بخواه دیگه همون بخواه مستر کاپیر رو داریم انجام میدی، ولی خب تاچ خودتو بهش اضافه میکنی در آخر. و من فکر کنم اون تاچی که خودت اضافه میکنی نیاز به اولا همین مایندفول بودن داره، یعنی اولا بخوای حضور داشته باشی که مشاهده عمیق بکنی، فقط سطحی نگاه نکنی همه چیزو، و اون خودشناسی خیلی مهمه توش، چون در واقع از هم اونه که داره شکوفا میشه. اگه خودت شکوفا نشی خب چیزی برای نشون دادن نیست. چون میخوام یه موضوعی که حالا میگن از هر انگشتش هزار تا هنر میریزه، همون قضیه شکوفاییشه. یعنی این آدم هر لحظه اگه ازش یه چیزی بخوان میتونه سریعا یه چیزی رو درست بکنه و به صورت زیبا و قشنگ و با یک ترکیبی که نظم داره و قابل درک و قابل لمسه. یعنی یه جورایی به اون حس دلم خیلی مربوط میشه که همدلی هم توش هستش. این که تو بتونی حرفتو، گفتتو، دیدگاهتو، افکارتو جوری بیان بکنی که با دیگران هم بتونه این همون حس رو در اونها القا بکنه و اون همدلی به وجود بیاد خیلی مهمه. حالا دیگه در راستای تمام تحقیقاتی که من انجام دادم تو این چند سال گذشته به هم نتایج رسیدم که انجام کار هنری به حالا هوش احساسی ما بیشتر کمک میکنه که تقویت بشه. حالا هوش احساسی هم خودم درست کردم، به ایموشنال اینتلیجنس منظورمه که به معنیش به فارسی کردن هوش هیجانی. من خیلی با این کلمه هیجانی موافق نیستم. یعنی چی هیجان؟ همیشه من تو هیجان نیستم، ولی احساسات رنج خیلی زیادی دارن، از غمگین بودن و نمیدونم ناامید بودن تا اوج شکوفایی. کوچیکی از اون طیف بزرگ. دقیقاً. هیجان دقیقاً من همین این نظر دارم نسبت به این قضیه. دقیقاً هیجان یک قطعه ای از اون طیفه. وقتی بهش میگم هوش هیجانی احساس میکنم فقط نظرشون مربوط به اون هیجان است که همش تو در حال مثلا هیجانی، یا مثلا وقتی یه هر چیزی دست دقیقاً. یا تا وقت میگن طرف خوشبینه تو احساس میکنی که مثلا کورکورانه همیشه خوشحاله. نه اینطوری نیستش. اینه که دیدگاهش رو سر میکنه مثبت نگاه، چون اون مثبت بودنه یه قدرتی به آدم میده که بتونه کارش رو ادامه بده، راهش رو بتونه ادامه بده، وگرنه اگه که خوشبین نباشه میشه اون وقت ناامید، و کسی که ناامیده راهی در نداره برای رفتن. کسی که ناامید شده دیگه به بن‌بست رسید، دیگه جای نیست. و حالا داشتی میگفتی تو مثال کار گروهیه که اونطوری توی جمعی باشی که همدیگر رو ایمپاور کنن و به همدیگه انگیزه بدن، اون خودش دوباره یک بخش دیگه یه که من فکر می‌کنم بازم خلاقیت به ما اون رو یاد میده. یعنی باز هم یعنی هر راه جدیدی که ما توی این روش زندگیمون داریم ارائه میدیم و اضافه میکنیم از اون خلاقیت ما برگرفته شده است اجرایی. و من فکر می‌کنم پام تعریف خیلی قشنگی کردی که میگی هنر یه جورایی همون مثلا روش زندگیه، یعنی لایف استایل اصلا بیشتر تا اینکه ما فکر کنیم تکنیکه و آره دقیقا. به نظر من این کلمه حالا این حالا میگم a kind of being رو من ترجمه کردم مثلا یه نوع بودن و اینو خیلی جدیدن دارم میخونم راجبش، این که من حالا یه توجه هم به عمله چی میگم فریضه راه رفتن و اینکه حالا مثلا راه رفتن چطور میتونه یه متد هنری باشه. خب حالا یه خورده باز کردنش سخته الان در فرصت جمع نمیگنجه، ولی من یه صحبتی داشتم با یه استادی بعد خیلی جالب بود، میگفتش که آره راه رفتن is a kind of being in the world، حالا اینکه یه نوع بودن تو دنیا. و من برام خیلی جالب بود این مثلا که تو فکر کنی که
یه آدمی که راه میره این نوع بودنش تو دنیا اینه، یعنی از راه راه رفتن مثلا یاد میگیره، مثلا میتونه ارتباط برقرار کنه یا حالا هر چی. بعد احساس کردم که حالا اگه بخوای اینو بستش بدی به هنر و کلا حالا مثلا اون مدلی که ما داریم زندگی میکنیم که ذهنمون همیشه درگیره درگیره تو همین قضیه تولید کردن هستی که حالا اینو چجوری انجام میدی، احساس کردم که این همه زندگی منه، این من اینجوری هم، من این نمیتونم اینو جدا کنم بذارم کنار بعد مثلا بگم که خب این کار هنریه منه، این منم، این مثلا جه، این همش با هم این نوع بودن مرزی است اینجوریه. برای همین احساس میکنم که بیشتر باید مثلا به این فکر کرد که این هنر همین نیستش که مثلا تو یه دو ساعت بشینی جلوی نقاشی و حالا اون فقط اون کار هنری باشه. نقاشیه قبلش شروع شده، بعدش هم ادامه داره، پس این یه نوع زیستنه. بسیار عالی. بودم سوال بعدی چیه؟ در حال حاضر مشغول چه نوع فعالیتی هستی؟ دوست دارم این بی قشنگ سوالات. در حال حاضر در حال پریدن از این شاخه به آن شاخه مشغول میکنم، ولی کار زیادی انجام میدم و احساس میکنم که با این قضیه کارهای زیادی انجام دادم به یه صلحی رسیدم، به خاطر اینکه نمیتونم فقط یه کار انجام بدم، فهمیدم که آقا این یه نکته منفی نیست، این رو بپذیر که تو آدمی هستی که کارهای مختلفی دوست داری در آن واحد انجام بدی. بعد آره میدونی من الان یه دونه استودیو، حالا تقریبا یک سال و چند ماهه که یه استودیوی اجاره کردم و اونجا درس میدم برای خودم، هم حالا مثلا استفاده میکنم و اینا. و بیشترم انگیزش اینجوری بودش که خب من قاعدتا یه جایی احتیاج داشتم واسه تولید کار کردم و یه جایی احتیاج داشتم واسه درس دادن، و دیگه شروع کردم دنبال جا گشتن و اینجا رو پیدا کردم. و بعد به این فکر کردم که خب این فضا هست، منم که همیشه قرار نیست از اون فضا استفاده بکنم چون که دارم کار دیگه انجام برای همین تصمیم گرفتم که یه با اون فضایی که دارم از مثلا هنرمندای لوکال محلی اینجام یه حمایتی بکنم. حالا خیلی هستن که یه کارهای خیلی خوبی دارن تو اینستاگرامشون انجام میدن، ولی شاید مثلا هوم استودیو دارن یا هر چی یه جای کوچولو دارن، جایی ندارن که درس بدن. بعد دیگه من شدم میزبان مثلا اون حالا کارگاه های هنری که آدم ها دوست دارن معلم ها مدرس ها بیان درس بدن و اینا. بعد خیلی هم دنبال آدم هایی میگردم، همیشه خودم بیشتر سعی میکنم که حالا قضیه این که بعضیا لطف دارن منو معرفی میکنن به دوستاشون یا هنرمندای اطرافشون، اون یه بحثه که خیلی خوبه، آدم حس خوبی بهش درس میده وقتی یه نفر میاد میگه من میخوام بیام تو استودیو تو مثلا یه کارگاه بذارم. ولی اینو یه وظیفه خودم میدونم که برم آدمایی که احساس میکنن پتانسیلشو دارن ولی مثلا شاید یه بار دو بار ورکشاپ گذاشتن دیگه مثلا جا نداشتن یا همیشه مثلا این چالش جا پیدا کردن نداشتن، پیدا میکنم و بهشون میگم که ببین من یه همچین جایی دارم، اگه دوست داری بیا من میزبان ورکشاپت میشم، من این خدماتو ارائه میدم، در قبالش مثلا تو میای اونجا یه کامیونیتی با هم دیگه میسازیم، مثلا آدم میان و اینا. و خیلی تا الان خیلی خوب بوده، حالا کرونا باعث شد که یه ذره طرز فکر ما عوض شد، بخاطر اینکه حضوری نمیشه ورکشاپ گذاشتن، یه پازی وقفه ایجاد شده تا ببینیم که تعداد آدم ها رو میشه کم کرد یا مثلا باید آنلاین این سرویس رو ارائه بدیم چه شکلی میشه و اینا. اینا برای من الان یه دونه چیه پروسه فکر کردنی تولید شده. غیر از اونم که دیگه کار دانشگاهه که دو ساله که گفتم دکترامو شروع کردم تو ادویکیشن، رشته ادویکیشن و آرت ادویکیشن در واقع. و اونجا هم خیلی کارهای هیجان انگیزی میکنم که واقعا بهش علاقه مندم، مثل نوشتن و کار گروهی کردن با آدمایی که احساس میکنم که فکرم بهشون نزدیکه، فکر اونا به من نزدیکه. و دیگه این وسط مسط هم کارهای دیگه هم هست، یه ریز ریز کار متفرقه انجام میدم.
دستتون درد نکنه واقعا. خدا خیرتون بده. خیلی هم خوب. یه مدتی هم من میدونم اگه کارهای چیز انجام میدادی، گلدوزی و کارهای دستی اونطوری، هنوزم انجام میدی؟ علاقه داری یا نه؟ یه مقدار فاصله گرفتم، دوست داشتم که ادامه بدم، ولی میگم احساس میکنم توجهم الان به یه چیز دیگه متمرکز شده، ولی اینجوری نیستش که مثلا بگم که دوست ندارم دیگه انجام بدم. اگر که فرصتش دوباره پیش بیاد، شرایطش پیش بیاد، برمیگردم بهشون. و خیلی خوب بود. مثلا پروسه دوختن همون پروسه یک سالی بود که من تو کریتیو بلاک بودم. و احساس میکنم که حالا این آروم که خیلی زمان بر دوختن و خیلی حالت چی میگم مدیتیتیوی داشت واسه من، خیلی تراپیوتیک بود. حالا این کلمه های فارسیشو خدا ببخشه پیدا کنم دیگه پرتقال فروش را، ولی خیلی آرامش بخش بود، خیلی به من کمک کرد. و همش هم بیشترش درست میگیم مال همون دوره که چیز بود، گذار گذار بود، دوست دارم بگم بهش. آره practice of patience بوده. بسیار عالی. خب مرزی جان، توصیه شما برای هنرمندانی که هنوز حرفه‌ای نشن یا کلا اصلا تا به حال کار هنری انجام ندادن ولی مشتاقن و علاقه‌مند چیه؟ توصیه من کیم که توصیه کنم خواهر، ولی توصیه هم کلن اینه که خیلی خوندن و دیدن خیلی با آدم کمک میکنه. یعنی مثلا خود من هر موقع که احساس میکنم که احتیاج دارم که یه جور دیگه ای به این ماجرایی نگاه کنم، یا مثلا احساس میکنم دنبال ایده میگردم که حالا یه ذره روی این ایدهی که دارم بتونم بیشتر اضافه کنم و اینا، میرم یه چیزی میخونم، مثلا دنبال منبعایی میگردم که به کارم ربط داشته باشه، یا میرم مثلا کار هنری میبینم. احساس میکنم که حالا نه اینکه حالا هر کار هنری دیدن باعث بشه که به آدم ایده بده و اینا، ولی یه اتفاق میفته تو اون ماجرای دیدنه. شاید مثلا یه چیز بی ربط هم ببینی ولی از روش اینسپایر بشی بری کارتو مثلا انجام بدی. به نظرم اینکه آدم خودشو در همین معرض کار هنری، کارهای خلاق قرار بده، خودشو سعی کنه که با اینا دورشو با اینا پر کنه، خیلی بهش میتونه کمک کنه به نظرم. خب چه اشخاصی بهترین تاثیر رو در شروع و دوام کار هنری داشتن تا به امروز؟ رو زندگی من؟ بله. شما خواهر لطفاً. نه واقعا تا بودی، من خیلی واقعا از اولش بخوام بگم خیلی آدم ها بودن. یکی مثلا خب خانواده هم که اول کار به نظرم همین حالا سرگرم کردن ما با کار هنری هم، یا اینکه تشویق کردن ما، اینکه مثلا یه ارزش بود کار هنری تو خونه ما، که مثلا تو یه چیزی تولید میکردی این دور ریخته نمیشد. یعنی برای من به نظر من این خیلی ارزشمند بود که مامان من چمدون کار هنری چیزایی که ما تولید کردیم و همه رو نگه داشته. و من واقعا مثلا این به نظرم بزرگترین انگیزه بوده برای من که این حسو به من داده که من یه کار مهمی دارم انجام میدم، این داره نگه داشته میشه، داره میره رو دیوار قاب میشه یا هر چی، میدونی، ساده از کنارش نگذشتن این اتفاقی که تو زندگی من داشته میافتاده. یکی اون، یکی هم که من فکر میکنم که تاثیرگذارترین آدمی که تو کار حرفه‌ای بوده، یکی از استادام توی دانشگاه تو ایران، دو تا البته، یکی استاد جدی بود، یکی هم استاد مقدمی، که هر هاشون یکی استاد طراحیم بود، یکی استاد نقاشیم بود، که اصلا کلن زندگی منو دید منو به کار هنری عوض کردن. تو اون فضایی که خیلی همه چی فرمالیست بود، اونا مثلا این کار مفهومی کردن، این بازی با متریال های متفاوت در راستای مفهوم و اینا رو خیلی تشویق میکردن. بعدم که اومدم اینجا دانشگاه کلگری، به نظرم من کل دانشگاه کلگری یه پکیج جدیدی بود برام، و خود اون جدید بودنه برای من
خیلی هم چالش برانگیز بود، هم به من چیز یاد داد. مرزی جان همینجا من حرفتو نگه می‌دارم، بمون جایی نرو تا برگردیم. اوکی.